حکومت وحدت ملی دو ساله شد با دو ساله شدن حکومت وحدت ملی کلانترین چالش در برابر این حکومت مشروعیتش است حکومت وحدت ملی نتونست حتی برای مشروعیت خود در این دو سال کار را انجام بدهد در دو سال حکومت وحدت ملی بر اساس آمار نهادهای بین المللی 85 درصد رضایت مردم را با خود نداشته اما چرا حکومت نتونست که گام های استوار برای بهبود وضعیت در کشور بردارد سلام بر برنامه خط کابل خوش آمدید من امین بابک هستم و مهمانم فضل احمد منوی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات بسیار خوش آمدید آقای منوی آقای در نخست می خواهیم بپرسم در مورد مشروعیت و یا هم عدم مشروعیت حکمت وحدت ملی پس از دو سال عزیز شما مشروع هست و یا هم نمشروع باور من این است که حکومت هایی که در افغانستان آمدین هر کدام یک مشکلی را به نحوی داشتید و ای حکومت هم بلا سر یک انتخابات به وجود نیامد با یک موافقتنامه سیاسی و میانجیگری جامعه بین المللی مشروعیت خود گرفت اما انتظارا به این بود که مطابق با این موافقتنامه تا دو سال باید حداقل خود با معیارهای قانون اساسی برابر بکنند و تغییراتی که لازم در قانون اساسی بیاید شرایط تغییر در قانون اساسی فراهم شود و اصلاحات انتخاباتی که بلا اثر از او مشکلات سیاسی بر افغانستان ایجاد شده بود صورت بگیره اما متاسفانه هیچ یک از کاران نشد نه تنها که کارهایی را که باید ای حکومت وحدت ملی انجام میداد نتوانست بلکه با مشکلاتش دیگه هم افزوده شد یعنی ما لاز سیاسی باز هم دچار یک بحران هستیم لاز اقتصادی شاید بودیم که سرمایه زیادی از افغانستان فرار کرد من جمله سرمایه های بشری که یک سرمایه بزرگ به یک کشور است و همچنان لحاظ امنیتی ما در وضعیت بهتری نیستیم تصور از که ما بتانیم قدرت دولتی را در ولایات و ولسوالی ها حتی قریه های افغانستان گسترش بدیم برعکس ما آمدیم محدود شدیم در بسیاری ولایات در مرکز ولایات بنان حتی دولت شاید در یک موقع اصلا اولویت ازی که کارهای خانگی خود انجام بده دست داد و به کارهای دیگه پرداخت و امروز ما شاهد یک وضع نابسامان سیاسی هستیم که همه ما شما قید دو سال اشاره کردین که در توافقنامه سیاسی ذکر شده در او هم موارد مشخصی که لوی جرگا تعدیل قانون اساسی و تعیین جایگاه ریاست اجرایی در چارچوب قانون اساسی یعنی بار دیگر میخوایم بپرسیم که قید دو سال هم در نظر گرفته نشد زمینه اما مسائلی که قرار بر قانون سازی نظام روی دست گرفته شد و او هم زمینش فراهم نشد بار دیگر میخوایم بپرسیم که مشروع هست و یا هم نامشروع با امید وضعیت دلیل از این که تیم دوم به اصطلاح از حق خود گذشت در واقع واضی بوده که رای بیشتری نه رای کی به دست آورده ما به حال یک طرف گذشت کرد و قانع شد به ای که ریاست اجرایی را احیا بکنن و مطابق به قانون اساسی باید تا دو سالی عیار شود جایگاه پیدا کند ریاست اجرایی اصلا ارزش از که یک طرف گذشت کرد به می بود که باید پست صدارت اجرایی ایجاد شود ارزش ای گذشت فقط در یک نقطه بودن نه ای که یک جایگاهی به نام ریاست اجرایی وجود داشته باشه و با هم هیچ گونه صلاحیت اجرایی نداره ظاهرا نکنه دیدم میشه که ریاست اجرایی به این وضعیت قانی است به هیچ وجه شاید اگر افراد قانی باشه اما مجموعه ای که حمایت کردن از تیمی که فعلا در ریاست اجرایی تمرکز دارن این تیم وقت که گذشت کردن و پذیرفتن یک نوع مسلحت کلان ملی را مراعت کردن به ای که تعدیل در قانون اساسی بیایه و پست صدارت اجرایی ایجاد شود چون باور به ای بوده که سیستم ریاست جمهوری در افغانستان جواب نداده و بیشتر از ای هم جواب نمیده باید در ساختار یک تغییر بیایه متاسفانه که تغییر نامده بینان وقتی که تغییر نبیایه اصلا معنای این که یک جایگاهی به نام ریاست اجرایی باشه و در قانون اساسی هم جایگاه نداشته باشه و کارهای خانگی را که باید حکومت انجام میداد انجام نداده این که مشروعیتش در مجموعی نظام زیر سوال بود من فکر می که این سوالیه بیشتر شده یعنی شما میگن که مجموعی نظام مشروعیت زیر سوال بود واضح است اما برعکس دو, دو سه روز پیش آقای زیولق قمرخیل در همینجا در بحث با ما بود اونا گفتن که دکتر اشرف غنی رئیس جمهور مشروع منتخب افغانستان است اینجا مشروعیت دکتر عبدالله زیر سوال میره نه مشروعیت دکتر اشرف غنی واضحه اگر ما مو آرای تقلوبی را که به دکتر غنی جمع شده بوده اگر میار قرار بده اصلا دکتر عبدالله دیگه حق از این نداشت که نسبت به نظام دوای جایگاه خب در اینجا گفت که از خود گذاری صورت گرفته گفته میشه باور ما است که برعکس از خود از جانب تیم دکتر الله صورت گرفته در غیر از اون چیزی که هم در ملی و هم در بین المللی قابل فهم بود و همه ما او میدانیم او واقعیت یک چیز دیگه بود اما ای که چگونه دستکاری شد او یک چیز فکر می کنم که روشنتر از آفتاب و سور کس پنهان کرده نمی این که ما چگونه دیده در بکنیم و ادعای کلان مطرح بسازیم ما فکر می کنم که این چیزی نیست که از مردم پنهان باقی بانه اگر واقعا چیزی وجود می داشت و حتی شک و شبهه می بود دیگه از ضرورت نبود که اصلا نمی حکومت به اصطلاح دو سری که ایجاد شده که امروز فکر میشه که چندان جواب هم نمیده ایجاد میشد بهتری ای بود که یک طرف در حکومت می بود یک طرف دیگه در اپوزیسیون می بود اما باور به گونه دیگه بود که من فکر می که از سطح ملی هم کرده با شرکا یا دوستای بین المللی ما این مسئله بسیار واضح تر بود بنا به مصلحت ها بر حال چیزی را ایجاد کردن که اما بیسامانی که در انتخابات صورت گرفته به نحوه سرش سرپوش گذاشته شد. شما هم به ای این باور هستین که کنون مشروعیت از دو طرف زیر سوال رفته ما اکنون نه ما باور مشروعیت از آغاز هم زیر سوال بوده چون این نظام از برایند یک انتخابات مشروع بیرون نشده بلکه بل یک موافقتنامه اما این موافقتنامه چگونه در قانون اساسی افغانستان جایگاه داره و چقدر یک موافقت نامه میتونه یک مشروعیت کامل به یک نظام ایجاد بکند طبیعی است که کلش سوالات است که باید به پاسخ را شود که پاسخ جز از که ما باید قانون اساسی افغانستان را معیار قرار بدیم چیز دیگری نیست ولی به حال چون یک ضرورت بوده به افغانستان دنیا چون این چیزی را پذیرفتن و در سطح ملی هم فکر میکنم که سیاسیون افغانستان یک نوع تمکین کردن در برابر موافقت نامه بنان یک مشروعیت نسبی بلا اثر موافقت نامه سیاسی ایجاد شده خب شما گفتین که بحران سیاسی اقتصادی و موارد دیگر در بخش بحران سیاسی برمیگردیم یعنی کلانترین چیزی که کمر مردم افغانستان شکستانده در حکومت وحدت ملی بحران سیاسی است انوس هم دو رئیس در درون حکومت جور نامدن فکر میکنید در این دو سال دلیلی که نتونستن این بحران مهار بکنند؟ در چی بود واقعا خودخواهی ها بود و یا هم بسای دیگری بود واضح از تمام مشکلاتی را که یک کشور میتاند راه حل او را پیدا بکنه باید از مجرای سیاسی بگذره اگر یک فضای مناسب سیاسی موجود نباشه هیچ چیزی دیگه نمیتونه که رونق بگیره نه موضوعات اقتصادی نه موضوعات امنیتی حتی نه موضوعات فرهنگی و سایر موضوعات ملی در یک کشور اما متاسفانه در دو سال گذشته یک طرف کل تلاش خود به این متمرکز ساخت که جانب دیگر ضعیف بسازه حتی گزینه های حزب را روی و طرف میز دیگر هم و طرف دیگر هم فکر بر مبنای مسلحت ها یا فشارها یا ضرورت های زمانی به گونه گذشت کرد که سرانجام ما دیدیم که گذشت هم به سر رسید صداها بالا شد و چیزی را که حداقل در س... در یک سطح محدود مردم میفهمید این مسئله باز شد و همگی متوجه شدن که یک نارسایی سیاسی در مملکت وجود داره که باید به رسیدگی شود اما با انتظار به این بود که بعد از که صدا بالا میشه بسیار به سرعت بتانن این را مهار بکنن و به مشکل رسیدگی بکنن اما متاسفانه تا به حال که ما میبینیم باز هم بنا به مصلحت کنفرانس که پیشروی است یک نوع گذشت ها و سکوت هاست اما باور این است که انوز به این مشکل خود کدام رای حل مناسب پیدا نکرده یعنی شما که هم بحران حل نشد سکوت برای کنفرانس بروکسل شده بلکل بعد از من فکر میکنم که شاید شرکای بین المللی وساطت کده باشند که به خاطر جلسه بروکسل صدمه نبینه و گونه باید گذشت صورت بگیره اما باور این است که اگر با مو که هر دو طرف در آغاز ساختن حکومت یکی به دیگر سپردین و در موافقتنامه نامه یافته به او تمکین نکنن احتمالا که مشکلات بعد از کنفرانس بروکسل مشکلات سیاسی بیشتر شد خب شما گفتین که از اول مشروعیتی حکومت زیر سوال رفته و چون بر اساس موافقتنامه نامه حکومت به وجود آمده اگر پس از دو سال و پس از کنفرانس بروکسل این تنش ها بار دیگر اوج بگیره فکر نمیکنید که نقطه پایان به عمر او حکومت داشته خواهد شد قابل پیش بینی است یعنی منتفی نیست و حالا هم بگونه گونه اگر همین فشارها و پادرمیانی جامعه بین المللی نباشد که بیشتر آبروی یالت متحده امریکا و داره به این نظام خواستن همین انتخابات که پیش روی دارن شاید تا برگزاری انتخابات و تمام تلاش خود انجام بدن که امی وضعیت موجوده را به حفظ بکنن از هم نپاشه اما بعد از انتخابات چی واقع میشه اگر به دوام امو همکاریایشان باز هم نظام افغانستان حمایت بکنن احتمال ازی داره که باز پادرمیانی بکنن یک جور آمد به وجود بیایه اگر سیاست در مجموع در ایالات متحده آمریکا بعد از این انتخاباتشون تغییر بکنه هر گونه احتمال قابل پیش بینی در بخش حکومت یعنی در بخش مبارزه با فساد ظاهرا اقدامات نمایشی صورت گرفته و هم بر این که گفته میشه که اقدامات مقطعی به خاطر رفتن به کنفرانس بروکسل اما اقدامات حکومت وحدت ملی برای شما در بخش مبارزه با فساد واقعا قناعت بخش است به هیچ وجه نه امور رقم که شما اشاره کردید نمایشی واقعا گامایی که برداشته میشه بیشتر نمایشی است و به گونه که افکار عمومی را منحرف بسازند اما کار واقعی و اساسی که باید فساد اداری در افغانستان ریشه کنی بسازه اصلا صورت نگیره یعنی فکر میکنید چرا کار اساسی نه تنها نه تنها که یاد دستاورد و پیشرفتی در راستای مبارزه با فساد اداری ندارن بلکه عقبگرد گرد دارنی ای به این معناست که یا به, نها... به, ساختار نهادهای دست زدین که جایگاه قانونی نداره و نه تنها جایگاه قانونی نداره بلکه تفکیک بلکه تفکیک قوار از بین برده اجازه بدیم تفکیک قوا از بین برده نمی به مرکز عدلی و قضایی را که اولی را بگوین که جایگاه ازید کجا در قوانین افغانستان قانون افغانستان بسیار واضح و مشخص تفکیک قوا را به وجود آورده که قوه اجراییه قوه مقننه و قوه قضایی یا وقتی که قوه قضایی و قوی اجراییه و که با هم یک جا می سازد در واقع این تفکیک قوا را از بین میبره یک نوع سلطه حکومت نسبت به اجرات عدلی و قضایی بیشتر می سازد قانون اساسی افغانستان سارانوالی را میگه که جزء قوه اجرایی است اما در اجرایات خود مستقل است قوی قضایی را میگه که یک رکن مستقل دولت از وقتی هر دوی زیر یک چتر قرار میده و به یک مسئول تعیین میکنه و یک دستی را اداره میکنه در واقع این تفکیک از بین میره شما میفهمی که در مبارزه با فساد معنایش نیست که هر گونه جبر و را که حکومت میخواهد که اعمال بکنه ای بتاند نه بلکه باید عدالت تامین شود تامین عدالت در صورت است که مدعی العموم می آید ادعا را مطرح میکنه وکیل می از جانب متهم دفاع میکنه و قاضی دلایل دو طرف می بینه و مطابق با عدالت فیصله میکنه هرگاه ما این تفکیر که از بین ببریم همه را بریم زیر یک چتر و با یک دستی را اداره بکنیم و زیر نام فساد اه اه یک نوع حاکمیت قوه اجرایی را بیشتر بسازیم نه تنها که عدالت تامین نمیشه بلکه عدالت ما پامال ساختیم یعنی در نتیجه وضعیت به وجود میه؟ واضح است حال به خاطر از اینکه نشان بدن که ما مبارزه با فساد میکنیم یک تعداد با دهی صورت میتونه بیشتر این یک دستگاه سیاسی شود که کسای خاصی را که مورد نظر از بیان تحت فشار قرار بدن و است که کسایی که واقعا باید به با عدالت کشانده شود اول او را به عدالت کشانده نمیتونن اگر بکشانندشان هم باز هم زدوبند های سیاسی باعث به میشه که دستگاه اطلی و قضایی به او رسیدگی درست ندارد یعنی شما به باور هستین که این اقدامات حکمت هم در بخش فساد هیچ نتیجه نخواد دارد اقدامی را که کرده نه تنها که فساد کم نمیکنه خود اقدامات فسادزا هست ما به دلایل مختلف و شما میگویم که اقداماتی که در این راستا صورت گرفته یک اقدامات غلط هست، نادرست است بی مورد است بی است هست اصلا ما به ساختار نهادهای اضافی ضرورت نداریم ما باید این نهادهایی که جایگاه در قانون اساسی افغانستان داره که قانون افغانستان بسیار به سراحت واضح و روشن در بحث عدلی و قضایی مباحث داره میگه که کشف جرایم توسط پلیس صورت میگیره تحقیق و تعقیبش توسط سارنوالی صورت میگیره و محاکمه توسط محکمه صورت میگیره ما اصلا به نام پلیس عدلی چیزی نداریم بیشتر پلیس ما به پلیس جنگی و نظامی تبدیل شده و در بحث کشف اصلا نقش پلیس بسیار نقش ثانوی شده خاص اینکه فساد اداری باشه هر فساد دیگه که باشه کشف ازی توسط پلیس صورت میگیره باید پلیس کارازموده تربیه شده در این راستا داشتیم سارنوالی فقط کار خود انجام میداد در و بخش خودش نه ای که خود سارنوالی به یک ابزار فشار تبدیل شده که هر کس باید توسط سارنوالی بترسانند مثلا رئیس جمهور میگه که رفته در 9 بجه شب یا 11 بجه شب به حوزه پلیس و آمر حوزه را امرای مسئولینش به سارنوالی معرفی کرده چی هستی که معرفی میکنی وظیفه تو نیست کار تو نیست بازو چی کرده در حوزه نبوده خوب است که نبوده اونو نوکری داره مطابق با برنامه خود خود عیار میسازه به این معنا که هر کسی که به طبیعت رئیس جمهور برابر نبود اوجا یک به اصطلاح یک ساتوره که هر کس از او بترسانه به نام سالن والی این بنا یک خودش یک فساد سیاسی است که متاسفانه زیر چتر دستگاه اطلی و قضایی صورت یک پرسش ما میخوایم بپرسم که خب اختلافاتی که بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی چند پیش اوج گرفته بود دو دیدگاه طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایی رد و بدل شد رئیس جمهور گفت هر زمانی که من بر مفسدین دست دراز می کنم واکنش در برابرم نشان داده میشه رئیس اجرایی گفت که ما از فسادهای بین المللی در قراردادهای بین المللی خبر داریم یعنی فکر نمی کنید که اینجا دو طرف حکومت اردوشان غرق در فساد هستند و کار نمی کنند برای مبارزه همین بحث معید ادعای ما که اصلا مبارزه با فساد سیاسی شده مبارزه با فساد بر مبنای عدالت نیست اگر به اساس عدالت باشه هر کسی که فاسد است در هر سطحی که است مربوط به هر جناهی که از باید به با عدالت کشانده شود و مطابق به عدالت به او برخورد شود نه که انتقام جویی باشه متاسفانه حالا زیر نام مبارزه با فساد نوی انتقام جویی آغاز شده پس اگر کسی را از جنای طرفدار به هر ریاست جمهوری کشان نمیشه باید او را بیلانس کنن یا کسی را از طرف اجرایم بکشانن عدالت نیست اید در, در واقع برخورد سیاسی زیر نام عدالت است که اگر چنین کار صورت گرفت دیگه این ای هیچ قابل جبران نیست هر چیز دیگه میتونه جبران جبران شوه اما هرگاه عدالت سیاسی شد با در صورت هیچ چیز دیگه سر جاش باقی نمیمونه و از نظر هیچ کس هم پوشیده نیست چیزی که به نام کمیته تدارکات ساخته شده و ای که به مردم داده میشه این بسیار واضح از همه میدانند و امروز شرکای بین المللی ما میفهمه. که و سیگار چیزایی را قزدن افشان میکنه که حالا یک آبروی نسبی به این نظام اگر که امی هم از بین نرو الا و دوسیا با او هم رسیدگی هستند کسایی که مدعی مبارزه با فساد هستند خودشان باید هیچ گونه حتی شبه اتهام هم علیشون وجود نداشته باشه ولی برعکس اتهام مستقیم وجود داره وقتی که قراردادها را میگیرن و قریبای خود میدن امی قرارداد والایی که نمی قراردادی کار میکنن میگن که فقط امو فیصدی بالا رفته فیصدی معینی است که باید بپردازه و از کمیته از کمیته تدارکات قراردادشان بگذره و ای از هیچ کس هم پوشیده نیست اما وقتی ما دیده درای میکنیم ما به نحوه بی حیایی میکنیم میایم که ما با فساد مبارزه میکنیم و زیر ریش ما فساد جریان داره یا ما نمیبینیم اگر نمیبینیم پس ما بی کفایت هستیم اگر میبینیم سکوت میکنیم پس معلوم میشه که ما در خیانت شریک هستیم و ما فکر میکنیم که گزینه دوم بیشتر محتمل است که میبینیم اما سکوت میکنیم یا بالقوه شریک هستیم یا بلفیل شریک هستیم در بخش اقدامات در مورد اصلاحات انتخاباتی که یکی از اصل اصلهای توافقنامه حکومت وحدت ملی است و پس از دو سال ما هیچ نتیجه نداشتیم اقدامات کوکنون روی دست گرفته شده کمیته گزینشی که جدیدا ترتیب شده فرمانی که داده شده و پروسه اصلاحات کوکنون روی دست گرفته شده یعنی فکر میکنید که آنچه که به عنوان هدف تعیین شده بود او هدف برسانه؟ ما در بدوات افغانستان بسیار واضح گفتیم چیزی را که حکومت به دنبالش هست که به تمام معنا کنترلش کنه بس انتخابات است اول انتخابات رو برگزار نمیکنن اصلاحاتی را به وجود نمیارن اگر اصلاحاتی را تحت فشارها با وجود برن اصلاح باید باشه که مثل اصلاحات عدلی و قضایی که او را فاسدتر بسازد یعنی شما میگین که در اصل اجازه وجود نداره اجازه بدین از کمیته گزینش که میخوان گزینشی برخورد بکنن و او را کنترول بکنن تا گزینش اعضای کمیسیون تا به رئیس کمیسیون تا رئیس دارانشاه تا به اعضای دارالنشا کل لذی باید از فیلتر خودشان بگذره اگر از جناهای دیگه هم به نحوی رابطن اما آدم را که کنترل نسبی را باید سرزوا داشته باشند تا اصل خود انتخابات همه از را باید کنترل بکنن چیزی که در برابر از او ای حکومت یا به طور خاص تیم ارک حساس از در برابرش موضوع انتخابات است چون یک رسواگی تاریخی را در نام انتخابات یا به دوش دارن به دیگر کاری نمی اگر طرف دیگه در هر موضوع دیگه سکوت کرده یا گذشت کرده یا مصلحت پذیری کرده اگر در بحث انتخاباتی کار کرد پس گلم خود جمع بکنه بار بستر گرایی میکنه از, سیاست کرده؟ از سیاست افغانستان دیگه پای بکشن اگر در موضوع انتخابات استاد نشد اصلا ما اعتبار و اعتماد دارم که مردم آمدن به می تیم دیگه کردن همه از, از, از با توجه به عملکرد دو ساله در بحث اصلاحات انتخاباتی ظاهرا دیده میشه که طرف دیگه یعنی ریاست اجرا هم تن به مصلحت داده در بس انتخاباتی باوری است که نمی‌کنید که اون چنین کار را کرده و میکنه اگر جنای اجرایی فشار را وارد نمی‌کردی بحث وارد نکنه اصلا به نام انتخابات دیگه این مباحث بالا میشه اما با این تبیز نمی‌کنون پیش میره خب باوری بوده که شاید امروز شاید فردا شاید پس فردا این حکومت به این موضوع متوجه شود وقتی که امروز شده خب دیده که یک مقدار جدی شدیم. اما اگر جدیت کامل به خرج نتن در هر موضوع دیگه که مسلحت پذیری بکنن اگر در موضوع انتخابات مسلحت پذیری کردن باز هم تاکید میکنم که دیگه باید بار و بستری خود جمع بکنن دیگه سیاست افغانستان پای بکشن همین شوی, کار امروز که آغاز شده بکنون از حکومت شما فکر میکنید که اصلاحات به وجود بیاره؟ امی آغازش فساد است اول کمیته گزینش که وجود داشت یک دور زدن چند چهره را کنار زدن چند چهره دیگر را آوردید خود از این سوال برانگیز است معنای است که از همین نقطه یا کنترل آغاز کرد پدر اینجا عمل کرده ریاست اجرایی باز هم زیر سوال میره من نمیفهم چون نیستند دا داخل حکومت که عکس عملشان چی است ما امیدوار هستم که ریاست اجرایی یا اصلا اما آدمایی که تخصصی موضوعات میفهمند بسیار دقیق باید زیر نظر داشته باشه این حرکات ها. و عکس عملشان بدن و زمین آغاز باید جلبی خودسری ها و این گزینش های سلیقوی را باید جلب شه یعنی شما میگین که از اکنون گزینش سلیقه‌ای شروع شده واضح است واضح است که کمیته گزینش قبلی را دور زدن و خواستن که چند چهره را کنار بزنن معناش است که یا میخواین که در کمیته گزینش حتی گزینشی عمل بکنه سپاس گذارم آقای فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات از حضورتان در برنامه خط کابل امشب و شما هم تشکر بنده عزیزم کارم رازقیار پس از وقف کوتاه مرور بر روزنامه و سایت های خبری دارد تا برنامه بعد خدا نگهدار سلام و وقت بخیر من رازقیار هستم به بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید جنجال بر سر عمر حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامه صلح میان اشرف غنی و حکمتیار تا یک روز دیگر مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که کار ریاست اجرایی با صلاحیت های صدارت تا پنج سال دیگر ادامه پیدا می کند. بر اساس یک خبرنامه ریاست اجرایی عبدالله عبدالله در یک نشست گفته در هیچ بخش از توافقنامه سیاسی حکومت گفته نشده که اگر پس از گذشت دو سال از تشکیل حکومت لوی جرگه برگزار نشد کار حکومت وحدت ملی تمام است. بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت لوی جرگه باید در خزان امسال برگزار شود غنی و حکمتیار فردا پنجشنبه توافقنامه صلح را امضا می کنند پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا پایان این هفته توافقنامه صلح را امضا خواهند کرد حارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفته پس از امضای این توافقنامه حکومت افغانستان خواهان رفع تحریم های بین المللی بالای حزب اسلامی خواهد شد وزارت خارجه آمریکا در سال 2013 حکمتیار را شامل لست توریستان جهان ساخت روزنامه ماندگار می نویسد که برخ اعلامیه ها و سخنان ریاست جمهوری و اظهارات حامد کرزی نشان می دهد که تلاش های سیستماتیک به هدف منظوی کردن ریاست اجرایی به عنوان یک رکن فراتر از قانون اساسی جریان دارد ماندگار افزوده که اگر هر دو رهبر حکومت وحدت ملی بخواهد توافقنامه سیاسی را کنار بزنند و علایق شخصی را به جای برنامه ها پیاده کنند و با یکی بخواهد دیگر را دور بزند و صحنه را به نفع خویش بیاورد مشروعیت هر دو پایان خواهد یافت روزنامه آرمان ملی نیز می نویسد که در این دو سال مطابق توافقنامه میان دو تیم پیشتاز انتخابات باید اصلاحات نظام انتخاباتی توزیع شناسنامه های برقی برگزاری لوی جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بعض مسائل دیگر انجام می شد که بنابر تعلال و سهلنگاری عمده رهبران حکومت این توقعات برآورده نشده است آرمان ملی نوشته که با پایان دو سالگی حکومت وحدت ملی سر و صداهای در مورد عمر این حکومت و خصوص زمان کار رئیس اجرایه به میان آمده است و مجله دیپلمات در شماره اخیرش مطلب دارد در مورد اینکه که فرمانده قوای آمریکایی در افغانستان میگوید با وجود موفقیت های نظامی در افغانستان مشکلات هنوز هم در این کشور زیاد است مجله از قول جنرال جان نیکلسن نوشته که میگوید دلیل اساسی افزایش تلفات در بین قوای نظامی افغانستان یکی موضوع پوسته ها و دیگر نبود رهبری درست در اردو می باشد. مجلس قول جنرال جان نیکلسن می نویسد که گفته است نیروهای نظامی افغان در عملیات بنام شفق دستاورت های خوب داشته و نگذاشتند که در تابستان سال جاری که موسم جنگ بود طالبان پیشرفت کند و یا کدام محل مهم را تصرف نمایند. از همراهیتان تشکر تا دیدار دیگر خدا نگهدار.